سلام سلام، حال دلتون خوب؟ میخوام که با هم دیگه یک خورش بسیار خوشمزه و لذیذ رو درست کنیم. یک خورش عام پسند که همه دوستش دارن. خب این خورش که اسمش هست خورش آلو و هویج. خورش هویج با آلو بخارا. نیاز داریم به آلو بخارا، هویج، گوشت چرخی و پیاز. ادویه‌جات ما هم زردچوبه هست، نمک و کمی زعفرون. فلفل هم هست که البته من فلفل رو اینجا اضافه نمی کنم. بر اساس سلیقه هست دیگه. خب کارمون رو شروع می کنیم. من یک مقدار از آلو بخارا رو بر می دارم به اندازه نیازم و اون رو خیس می کنم. آلو بخارا حدوداً 2 ساعتی باید خیس بخوره. بستگی به جنس و نوع آلو بخارا هست. خب. میریم سراغ گوشت چرخی. تا آلو بخارا خیس بخوره ما گوشت چرخی رو آماده میکنیم. همه گوشت چرخی رو توی یک ظرف مناسب میریزیم و روی اون پیاز رنده میکنیم. پیاز رو پوست میکنیم و روی آلو بخارا رنده میکنیم و ادویه‌جات هم به این اضافه میکنیم. بسیار عالی. من پیاز رو خرد کردم. حالا اون رو رنده میکنم. به این ترتیب همه پیاز رو رنده میکنیم روی گوشت چرخی و ادویه هامون رو اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. هرچقدر پیاز رنده شده بیشتر باشه طعم گوشت چرخی خوشمزه تر میشه. بعضی ها مقدار زیره هم اضافه میکنن. بازم بستگی به ذائقه خود شما داره. من اینجا اضافه نکردم. این خورش حتی رو به انار هم اضافه میشه و طعم لذیذی میده که من دوباره اینجا رو به انار رو اضافه نکردم. خب کارمون رو ادامه میدیم. بسیار عالی. خوب گوشت رو مخلوط میکنیم. البته ادویه‌جاتمون هم میزنیم. نمک، فلفل و زردچوبه هم اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. اگه زیره دوست داشته باشید یه مقدار کوچولو زیره به اندازه نوک قاشق چایخواهی زیره هم اضافه کنید. زیره پود شده یا پود نشده فرق نمی کنه. بسیار عالی. خب حالا ما به اندازه آلو بخارامون، البته یه کوچولو درشت‌تر از آلو بخارا، از گوشت چرخی بر می داریم و گلوله می کنیم. ببینید اندازه آلو بخارای ما از گوشت چرخی بر می داریم و گلوله می کنیم. همه گوشت چرخی رو گلوله گلوله به اندازه آلو بخارا می گیریم. یک کوچولو بزرگتر از آلو بخارا. به این ترتیب من همه گوشت چرخی ها رو گلوله گلوله می کنم و در پایان به شما نشون می دم. بسیار عالی. کارمون رو ادامه میدیم. ببینیم من همه گوشت چرخی رو گلوله کردم. یک کوچولو بزرگتر از اندازه های آلو بخارا گوشت چرخی آماده شد. خب حالا گوشت چرخی ها رو گلوله کردیم. اونا هم کنار میذاریم. میریم سراغ هویجامون. این از گوشت چرخیمون که آماده شده، همه به یک اندازه گلوله شده که نامیره. میریم سراغ هویجام. هویجامون هم میایم، البته بازم برش هویجا سلیقه‌ای هست، بستگی به سلیقه‌ای خودتون داره. سر و ته هویجو میزنید. من هویجا رو از قبل شستم، سر و ته هویجا رو میگیرم و اونا رو برش میزنم. حالا به هر مدلی که دوست داشتید میتونید هویجا رو برش بزنید. بسیار عالی. خب من ببینید به این ترتیب هویجا رو به این شیوه این مدل میزنم. حالا شما میتونید اونا رو گرد بزنید،
میتونید فقط از وسط برش بدید دیگه، برش چهار قاچو نزنید، هر مدلی که خودتون دوست دارید. خب حالا از اونجایی که هویج صفر هست، شما هویج رو میتونید جداگانه هم بپزید. یه نکته دیگه که باید بهش اشاره کنم این که شما میتونید به این خورش رو به انار اضافه کنید که بسیار طعم اون رو خوشمزه و لذیذ میکنه. البته من اضافه نکردم. حالا شما میتونید یه قاشق دو قاشق رو به انار رو توی یه استکان آب حل کنید و زمانی که هویج و آلو بخارا یه مقدار نم شد رو به انار رو اضافه کنید. خب ما به اندازه یک استکان آب ته قابلمه میریزیم و دو قاشق غذاخوری کمتر روغن میریزیم و کوفته های گوشت چرخی کوچولو شده رو گرد شده رو کف قابلمه میچینیم. به این ترتیب میچینیم همه کوفته ها رو دور تا دور قابلمه و در اونو میذاریم تا گوشت چرخی خودش رو بگیره. تو این فاصله به اندازه دو لیوان آب روی هویجای خرد شده میکنیم و در اونو میبندیم و میذاریم هویجا هم جداگونه بپزه. بسیار عالی. خب اینم از کوفته های گوشت چرخی. خیلی آروم اونا رو جا به جا میکنیم که جو از هم نپاشه و له نشه تا زمانی که خودش رو بگیره و سفت بشه. شعله گاز هم کم هست و گوشت چرخی توی همین آب و آبی که خودش میندازه آهسته آهسته پخته میشه. بسیار خوب. به این ترتیب همه رو جدا میکنیم اگه چسبیده باشه تای قابلمه و هم میزنیم و دوباره در ظرف رو میذاریم. ببینید هیچ کدوم از کوفته ها نچسبه. من دوباره در ظرف رو میذارم و اجازه میدم تا بیشتر بپزه و حالا میریم سراغ دیگه حسابی پخته و آبش هم جمع شده. میریم سراغ ربع گوجه. به اندازه یه استکان ربع گوجه رو توی آب حل میکنید و به کوفته های گوشت چرخی اضافه میکنید و خوب هم میزنید. بعد هم در قابلمه رو بذارید و اجازه بدید تا بپزه. خب من آلو بخارا هم اضافه کردم و در قابلمه رو بستم. بعد از 10 دقیقه در قابلمه رو بردارید و ببینید که هم آلو بخارا و هم گوشت چرخی ما آروم آروم با شعله کم در حال پختن هست. ببینید آب خورش ما هم زیاد نیست چون ما هویج رو هنوز اضافه نکردیم و هویج هم آب داره. خب ما هویج هم اضافه میکنیم. به این ترتیب ببینید الان آب خورش کافی شد. هویج رو هم اضافه کردیم. الان شما میتونید اگه دوست داشته باشید رو به انار هم 3 تا 4 تا قاشق رو به انار در یک نصف استکان یک استکان آب حل کنید و به خورش اضافه کنید. الان زمان اضافه کردن رو به انار رسیده. خب در ظرف رو ببندید و اجازه بدید کمی بجوشه تا به این مرحله برسید. خورش ما آماده هست. بسیار خوشتم و لذیذ. امیدوارم که این غذا رو درست کنید و لذتش رو ببرید. این خورش رو همراه با برنج میتونید نوش جان کنید. تا یه روز دیگه و یه آموزش دیگه. روز و روزگار به کامتون. خدا نگهدار.